سرخط خبرها، اقدام تازه و باور نکردنی جبهه مقاومت، روند سربازگیری و معاش برای جنگجویان جبهه مقاومت تعیین شد و در ادامه شرایط امریکا برای کمک مالی به افغانستان و همچنان خبر وحشتناک از ولایت ننگرهار و همچنان کمک مواد درسی از سوی یونیسف برای 100 مکتب در لوگر و در ادامه وضعیت وخیم افغانها در اندونزیا. چین صدور ویزا برای تاجران افغان را تسریع کرد. سلام، به کانال ما خوش آمدید. شرایط امریکا برای کمک مالی به افغانستان. ایالات متحده هنوز فرصتی برای کمک مالی به مقامات افغانستان نمی بیند. و گزارش سپوتنیک، جک سالیون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور امریکا گفته است که ایالات متحده فرصتی برای ارائه کمک های مالی به مقامات جدید افغانستان تا زمانی که آنها رویکردهای خود را در مورد تعداد از مسائل اساسی برای طرف امریکا نرم کنند نمی بینند. او در مصاحبه با CNN گفته است که ما هنوز در موقعیت نیستیم که بتوانیم مستقیما از طریق رهبری فعلا در افغانستان پول ارائه کنیم. تا زمانی که شاهد بهبود چشمگیر رویکردها در مورد همه چیز از دولت فراگیر گرفته تا دیگر عناصر باشیم که مرتبطاً با آنها گفتگو میکنیم. سالیون افزوده است که با وجود این ایالات متحده همچنان بزرگترین کمک کننده بشردوستانه افغانستان است که با سازمانهای غیر انتفاعی و ساختارهای جامعه مدنی همکاری میکند. و حالا میپردازیم به خبر وحشتناک از ننگرهار. دو انفجار شهر را به لرزه در آورد. مقام‌های محلی در ولایت ننگرهار تأیید کردند که در نتیجه دو انفجار پیاپی در شهر جلال‌آباد مرکز این ولایت 3 غیر نظامی کشته شدند. یک منبع محلی بر رسانه‌ها گفت که این انفجارها حوالی ساعت 9 صبح امروز در ساحه فارم حدد از مربوطات حوزه دوم امنیت این شهر رخ داده است. او افزوده است که در نتیجه این انفجارها 3 غیر نظامی در حال عبور از این منطقه بودند کشته شدند. این منبع گفته است که انفجارها ناشی از بمب جاسازی شده در کنار جاده بود، اما معلوم نیست هدف آن چه کسانی بودند. منابع رسمی امارت اسلامی تا کنون جزئیاتی در این باره ارائه نکردند. ننگرهار در شرق کشور از ولایت‌های ناامن است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان شاهد حملات علیه جنگجویان طالب بوده است و گفته می شود که مرکز بسیاری از داعشی ها در آنجاست. طالبان برای جلوگیری از این رویدادها و تازگی بر رانندگان رکشاها دستور دادند که به جز افراد عضو آن گروه سایر افراد مسلح را منتقل نکنند. با این حال مشخص نکرده است که با توجه به نداشتن یونیفرم رسمی جنگجویان طالبان از سایر افراد مسلح چیگونه باید تفکیک شود. و حالا میپردازیم به خبر مهم دیگر. کمک مواد درسی از سوی یونیسف برای 100 مکتب در لوگر. دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یعنی یونیسف در افغانستان گفته است که 100 باب مکتب در ولایت لوگر مواد درسی کمک میکند. در یک اعلامیه این اداره امروز منتشر شده آمده است که قرار است این کمک ها 89 آموزگار و 50,000 دانش آموز در این ولایت را زیر پوشش قرار دهد. بر بنیاد این اعلامیه این کمک ها توسط مؤسسه IRC طی 10 روز توزیع می شود. این در حالی هست که پیشتر یونیسف از پرداخت معاشات آموزگاران افغان به صورت مستقیم و بدون دخالت طالبان خبر داده بود. و حالا میپردازیم به خبری که باورتان نخواهد شد. جبهه مقاومت به 3,000 نفر نیاز دارد با معاش 18,000 افغانی. این در حال هست که فرمانده خالد امیری همچنان این خبر را تایید کرده و میگوید که به زودی جلب و جذب جبهه مقاومت ملی با معاش برای جنگجویان این جبهه پرداخت میشود. و حالا میپرازم به خبر مهم دیگر. پناهجویان افغان در اندونزیا تحسن برپا کردند. صدها تن از پناهجویان افغان در اعتراض به تأخیر در رسیدگی و درخواست پناهندگیشان
در برابر دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در اندونزیا تحصن کردند. این افراد از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار تصریح در رسیدگی و درخواست‌های پناهندگی و استقرار مجددشان. پناهجویان از 4 روز پیش اعتراض خود را شروع کردند، اما کمیساریای پناهندگان سازمان ملل تا کنون پاسخی به آنان درباره پناهندگیشان نداده است. این پناهجویان افغان میگویند که چند سال در کشور اندونزیا در انتظار انتقال به کشور دیگر هستند، اما تا اکنون به درخواست آنان رسیدگی نشده است. اندونزیا عضو کنوانسیون 1951 مرتبط با وضعیت آوارگان نیست و از این رو به عنوان یک کشور عبوری ترانزیتی برای آوارگان عمل میکنند. هزاران پناهجویان افغان سالها هست و امید رسیدن به کشور سوم در اندونزیا به سر میبرند. آنان بارها با برگزاری تظاهرات از سازمان ملل خواستند که سرنوشتشان را مشخص کند. در ماه‌های اخیر از خودکشی شماری از پناهجویان در اندونزیا گزارش شده بود. و حالا می‌پردازیم به خبر دیگر. چین صدور ویزا برای تاجران افغان را تسریع می‌کند. وزارت امور خارجه امارات اسلامی اعلام کرد که امیر خان متقی، سرپرست این وزارت، با وانگ یی سفیر چین در کابل دیدار و گفتگو کرده است. تسهیلات در عرصه تجارت و صدور سریع ویزا برای تاجران از موضوعات مورد بحث در این دیدار بوده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته است که این دیدار شامگاه دیروز صورت گرفته است. او افزوده است که طرفین در این دیدار روی گسترش روابط دو جانبه، نشست اخیر وزرای خارجه افغانستان و چین در دوحه و تجارت مشترک متمرکز شدند. آقای بلخی همچنین گفته است که سفیر چین متحد شده که تسهیلات صدور رویداد تجارتی را برای تاجران افغان فراهم کند. امیر خان متقی نیز در این دیدار از تلاش‌های چین برای گسترش روابط سیاسی تجاری با حکومت طالبان تشکر کرده است. چین از معدود کشورهای است که از همان آغاز با طالبان ارتباط و تعامل داشته است. اگرچه پکن و یا چین نیز هنوز امارات اسلامی را به رسمیت نمی‌شناسد. قرار است چین در آینده میزبان 3rd نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغان و روسیه باشد. نشست‌هایی که پیش از این توسط پاکستان و ایران میزبانی شده است.